خدا رو شکر. پس ما مطالب خودمون را در این ارتباط که عیسی مسیح کیست ادامه میدیم. مطالب مختلفی را مد نظر داشتیم، صحبت کردیم و یک مروری با آنها خواهیم کرد. ما گفتیم پیشگویی های مختلفی در ارتباط با عیسی مسیح، نوع تولد و نوع خدمات او و زندگی و کارهای او و به خصوص در ارتباط با مصلوب شدن او، مرگ او و قیام او و در ارتباط با پادشاهی عیسی مسیح که او پادشاه جهانه، با همین عنوان بالای صلیب او نوشتن که او پادشاه، به سه زبان رومی و یهودی و یونانی نوشتن که او پادشاه و به عنوان پادشاه او را مصلوب کردند و این عنوان را بالای سر او نوشتن. او حقیقتا پادشاهه، پادشاه راستی، پادشاه حقیقت، پادشاه دلها، ولی یک روزی به همین دنیا میاد و عدالت را برقرار میکنه و بر همین دنیا پادشاهی خواهد کرد. اما مطالبی که ما در رابطه با عیسی مسیح صحبت کردیم داره همه نشون میده که او کسیه که بیماننده، هیچ فرد بشری و انسانی مانند او وجود نداره. او کسیه که روح خداست که در جسم انسانی ظاهر شد و همه نیکویی ها، خوبی ها و صفات خوب خدایی را در او ما میبینیم ظاهر میشه و آشکار میشه. دیدیم چگونه عیسی مسیح افراد مختلف، بیماری های مختلف را شفا داد، افراد را از بیماری های گوناگون شفا داد و دیدیم چگونه او بر امواج دریا راه می رفت و به بادها و دریا نهیب می داد و از او اطاعت می کردند و به این طریق دیدیم ویژگی های خواسته او را در اینکه 5 نان و 2 ماهی را برکت داد و 5000 در یک مورد دیگه 4000 نفر خوردند و او را به عنوان کسی که بر کمیت ها مسلطه میبینیم. خب این عیسی با این ویژگی ها واقعا چه کسی را شما سراغ دارید؟ از بین انبیا، از بین علما، دانشمندان، هر کسی را دنبال مقایسه کنید. 1/10 ویژگی های عیسی را هم نمیتونن داشته باشن، گاهی اوقات حتی 1/100 و به این طریق او بی همتا و پرجلاله. در این فرصت من میخوام در ارتباط با یکی از شفاهای او که مفهوم خاصی هم در اونجا وجود داره، شفای فرد نابینای مادرزاد صحبت کنم که عیسی مسیح چگونه فردی را که مادرزاد نابینا متولد شده او را شفا میده و به او بینایی عطا میکنه. در انجیل یوحنا باب 9 از آیه 4 به بعد اینطوری میگه، میگه مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم، شب میآید که هیچ کس نمیتواند کاری کند، مادامی که در جهان هستم نور جهانم. این یکی از ادعاهای بیمانند و زیبای عیسی مسیحه، من نور جهان هستم. این را گفت و آب دهان بر زمین انداخته از آب گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به دو گفت برو در حوض سیلوها به معنای مرسل فرستاده شده بشوی. پس رفته شست و بینا شده برگشت. واو چقدر عالی. عیسی مسیح اینجا کور مادرزادی را شفا میده. در کنار این عمل داره میگه که من نور جهان هستم، ادعای میکنه، یعنی ادعای او بی پایا اساس نیست بلکه بر مبنای عملی که انجام داد فرد نابینایی را بینایی میده و چیزی بود که هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود، کسی دیده نشده بود که فردی که نابینای مادرزاده الان بینایی به دست بیاره. حقیقت اینه که عیسی نور عالمه. اون نه تنها به نابینایان بینایی میده بلکه به افرادی که از لحاظ روحانی نابینایند که این خیلی مهمتره، حقیقت رو نمیبینند یا نمیخواهند ببینند گاهی اوقات و حقیقت برای اونا پوشیده است. عیسی مسیح آن نوریه که وقتی بر کسی میتابه او را منور میکنه، او را از لحاظ روحانی منور میکنه و میتونه باطن و چشمان دل او را روشن کنه تا حقیقت را بشناسه. و اینجاست که کسانی که در حضور عیسی مسیح
فروتن میشن با همه این ویژگی هایی که از او صحبت کردیم، به بهانه تراشی و دنبال بهانه نمیرن، بلکه میگن عیسی واقعا تو نور عالم هستی، بیا و قلب من را منور کن. آنگاه خواهیم دید که او میآید و ما را منور میکنه و همه چی تبدیل پیدا میکنه در زندگی ما. این فردی که بینایی خود را از دست به دست آورده بود، همسایگان دوستان میبینن و میگن که آیا این همون شخصه که نابینا بود اینجا داشت گدایی میکرد؟ ما همه او را میشناسیم، آیا این همونه یا شبیه به اونه؟ اون شخص گفت نه، من همانم. و گفت چطوری شفا پیدا کردی؟ گفت عیسی مسیح مرا شفا داد. چطور شفا داد؟ گفت گل به چشمان من مالید، گفت برو در حوض بشور. من رفتم شستم و بینا گشتم. آه چه شهادت عالی! این خبر به رهبران مذهبی یهود رسید. اونها از فرط ناراحتی همه مسائل مذهبی اونا زیر سوال می اومد، چطوری این حقیقت را انکار کنیم؟ چنین چیزی امکان نداره. این شخص را فرا خواندند، او را زیر بازجویی و سوال و اینا قرار دادند. آیا تو اونی؟ تو همان شخصی؟ او گفت همانم. چطور شفا پیدا کردی؟ توضیح می داد. و باز پدر و مادر او را صدا کردند که گفتند آیا این پسر شماست؟ آنها گفتند بله. گفتند چگونه شفا پیدا کرده؟ اونها هم قسم متحد شده بودند که هر کسی اقرار کنه عیسی مسیحه، او را از کنیسه و از امتیازات قوم یهود محروم کنند. در نتیجه این خانواده، پدر و مادر، از ترس همه این محدودیت‌های اجتماعی و تحریم شدن‌ها گفتند نمی‌دونیم، خودش بزرگ است، خودش بپرسید. و باز از او سوال کردند. و این دفعه این فرد نابینا به اونها گفت که یک بار گفتم و شما میسین که مایل هستید دوباره بشنوید، آیا شما هم میخواهید شاگرد او بشوید؟ اینها با عصبانیت سر او داد زدند و او را اخراج کردند، گفتند که تو شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. به این طریق او را بیرون راندند. اما عیسی مسیح این شخص را پیدا کرده و او را گفت آیا به پسر خدا ایمان داری؟ اون شخص گفت خداوندا کیست تا من به او ایمان بیاورم؟ عیسی گفت منم. و این شخص شفا یافته نمیدانست چه کسی او را شفا داده. میدانست که نام او عیسی است، اما نمیشناخت عیسی کیه، کدوم یکی از اینا عیسی هستند. و به این طریق وقتی او را شناخت، میگه او را پرستش نموده و گفت خداوندا ایمان آوردم، پس او را پرستش نمود. ایمان آورد به اینکه عیسی نور عالمه، عیسی پسر خداست. و به این طریق با این اقرار ایمان باعث شد که خیلی از فریسی‌ها زیر سوال بیان. عیسی مسیح خطاب به اونها میگفت که من برای داوری اومدم تا نابینایان بینا شوند، اما بینایان نابینا و کور شوند. عیسی مسیح اکثرا اینطوری سخن نمیگفت، بلکه او میگفت که من برای داوری نیامدم، بلکه اومدم تا مردم را نجات بدم. داوری از آن پدر آسمانی و خداست. اما در این ارتباط خاص، چون اونها آگاهانه و با سماجت و با لجاجت عیسی را رد می‌کردند، عیسی گفت من برای داوری آمدم. تا شمایی که مدعی هستید که می‌بینید و حقیقت را انکار می‌کنید، معلوم باشه که شما نابینایان هستید. و به این طریق ما هم در اون جرگه و گروهی قرار می‌گیریم که آیا عیسی را بعد از همه این ویژگی‌هایی که از او میشنویم، آیا او را اقرار میکنیم؟ آیا به او ایمان میآوریم؟ یا هنوز بر اون ناباوری های خود پافشاری میکنیم و به کذب ها و دروغ هایی باور میکنیم که به یک طریقی او را به پسر خدا بودن او را انکار کنیم؟ خیلی ها میگن این کفره. دوست من، حقیقتش اینه که انکار این حقیقت کفره. انکار این حقیقت که عیسی پسر خداست کفره. کفری نیست که او پسر خداست. آیا شما به فرمانده لشکری سرگروبان بگی؟ احترامش کردی؟ به عیسی بگی حضرت عیسی احترام کردی یا بی احترامی کردی؟ اگه او را میخوای احترام کنی، بگو عیسی مسیح پسر خدا. این احترامه، این شایسته عیسی مسیحه. البته عیسی پیغام نبوتی داشت، از آینده صحبت میکرد، ولی فراتر از یک نبی و پیغمبر بود. او کارهای خوب انجام میداد،
معلم اخلاق بود ولی بالاتر از معلم اخلاق. او را استاد می‌خواندند ولی بالاتر از استاد، او خداوند و او پسر خداست. و اینجاست که وقتی حقیقت را ما درک می‌کنیم، می‌شناسیم، و اون موقع است که می‌بینیم این عیسی، عیسی بی همتا، او نور عالمه. او آمده تا ما را منور کنه، قلب‌های ما را منور کنه، و او آمده تا کسانی که به دروغ و به ریا مدعیان که می‌بینند آشکار بشه که آنها نابینا هستند و در تاریکی و در کوری گرفتارند. عیسی مسیح گفت کوران عساکش کوران هستند و هر دو به چاه خواهند افتاد. و اینجاست که کسی که طالب حقیقت، جستجوگر حقیقت، دنبال راستی، عیسی راستیه، عیسی حقیقت، عیسی پسر خداست، و ایمان به او، اقرار به خداوندی او، عاملیه برای نجات. و برای همین عیسی مسیح به افرادی که بیمورد با او سر ستیز و مخالفت و بیمانی داشتند گفت که اگه ایمان نیاورید در گناهان خودتان خواهید ماند. و متاسفانه همین حرف من برای کسانیه که اگه میشنوند و انکار میکنند و ایمان نمیآورند، گناهان اونها باقی میمونه. و در روزی که خداوند مقرر کرده که هر انسانی بعد از مرگ باید در حضور خدا بیسته و به خاطر اعمالش جوابگو باشه، آنها در آن موقع گرفتار گناهان، در قید گناهان و محکوم در گناهان بوده، در حضور خدا محکوم خواهند بود. اما کسانی که عدالتی که عیسی مسیح برای اونا مهیا کرده، با ایمان به عیسی مسیح، نه با کارهای شریعتی و مذهبی، نه با اعمالی که با تقلاهای انسانی ایجاد میشه و با کارهای مذهبی و دعا و خمس و زکات و کارهای جور با جوری که به عنوان کار خیر محسوب کنیم، فرد به نیکویی و نجات میرسه، نه، نجات فقط از طریق ایمان به عیسی مسیحه. پولس به عنوان یک فرد یهودی خودش غیور کارهای مذهبی بود، تمام اصول دین یهود را به دقت و مراقبت انجام میداد، اما وقتی با عیسی مسیح روبرو شد، انقلابی در او صورت گرفت و فهمید که اعمال و کارهای خودش هر چقدر هم خوب باشند، هنوز در اونجا انگیزه های نادرست و تاریکی هایی رخنه میکنه. و آنچه که آن عدالتی که از اعمال و کارهای ما و از نتیجه اطاعت از شریعت، میگه من اونها را کنار گذاشتم تا با ایمان به عیسی مسیح عادل بشم. و این عدالتیه که عیسی مسیح برای همه ما مهیا کرده. اینجاست که او نور عالمه، او آمده تا ما را منور کنه، تا ما کاملا تحت نور او به این فیض الهی برسیم. یوحنا در انجیل خود در باب اول در رابطه با عیسی مسیح می‌نویسه، یوحنا باب 1 آیه 9 میگه که آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌گرداند و در جهان آمدنی بود. طرح و نقشه پدر آسمانی بود که عیسی مسیح، آن نور آسمانی، بیاد و دنیا را منور کنه، دنیایی که غرق بت‌پرستی شده، دنیایی که غرق شرارت شده، دنیایی که غرق گناه شده، دنیایی که به خاطر همه گناهانشون در زمان نوح موجب داوری و آمدن طوفان و هلاکت بسیاری شد و باعث هلاکت همه شد. این دنیا یک بار دیگه داره به همون راه برمیگرده و برگشته، اما این بار خدا از طریق عیسی مسیح که او نور عالمه فرستاد تا دنیای بت‌پرست و تاریک و آلوده به گناه را منور کنه و آن را به سوی عدالت، پاکی، قدوسیت برگردونه. به اینجاست که هر کسی از صمیم دل به عیسی مسیح ایمان میاره، به اون نور حقیقی میرسه، اون نور او را منور میکنه. اینجا یوحنا مینویسه اون عیسی اون نور حقیقیه که هر انسان را منور میکنه، و نیاز من و تو هم همونه که اون عیسی، نور آن عیسی به قلب من بتابه، به قلب تو بتابه، به فکر ما بتابه. من سالها پیش در نوجوانی اون نور آمد به قلبم، به زندگی من تابید و دنیای تاریک من منور شد یک بار برای همیشه.
و رابطه ابدی و ماندگار با آسمان، با پدر آسمانی و با پسرش عیسی مسیح در من ایجاد شد. و بعد از سالهای سال این شهادت را برای شما دارم که او پسر خداست، او بی همتاست، او نور حقیقیه که هر انسان را منور میکنه. بعضی ها به ریا و به کذب دارن معجزاتی را به دین و مذهب و انبیای خودشون الساق میکنن که گویا معجزاتی اونجا صورت گرفته. فردی با چنین نیتی میگفت که من نابینا بودم و بینا شدم و به این فکر بود که با چنین عملی دارم ثواب انجام میدم، عاملی برای تبلیغ دین خودم هستم. ولی وقتی او را به محک زدن، از او سوال کردن که این رنگا چیست، دیدن کاملا رنگا را تشخیص میده. برعکس این شخصی که نابینا بود، عیسی او را شفا داده بود، وقتی با او روبرو شد گفت آیا به پسر خدا ایمان داری؟ گفت کیست که به او ایمان بیاورم؟ او نمیدونست عیسی است چون ندیده بود. این شخص نابینا همه رنگا را تشخیص میداد و نشون میداد که به دروغ و به ریا داره میگه که من بینایی یافتم. مردم با فریب، با ریا چیزایی را الساق میکنن به کسی و به اون افتخار میکنن و میخوان او را برافرازن. اما حقیقت باز میمونه حقیقت. نیاز تو اینه که با عیسی مسیح روبرو بشی. اگه نور عالم عیسی مسیح در قلب تو نتابه، تو از هر کی طرفداری کنی، دنبال روی هر کی باشی، پیرو هر کی باشی، هنوز در تاریکی هستی. نیاز تو عیسی است. نیاز تو عیسی پسر خدا، اون نور حقیقیه که بیاد و تو را منور کنه. و مسیح میخواد. او دنبال بهانه است. این شخص در اون نابینایی، در اون تاریکی، در اون دنیای تاریک خودش میدونست که فقط جواب بدبختی ها، تاریکی ها، مشکلاتش یک چیزه، عیسی پسر خدا. نابیناهای دیگه ای بودند که شفا پیدا کردند. در انجیل متی باب 21 اشاره میکنه که دو نفر نابینا بودند. وقتی شنیدند عیسی از اونجا میگذره، فریاد کنان گفتند عیسی پسر داوودا بر ما ترحم کن. میگه مردم جلوی اونها ایستادند و خواستند مانع اونها بشن، مزاحم عیسی نشید، زیاد داد و بیداد نکنید، زیاد بلوا به پا نکنید. ولی اونها بیشتر و بیشتر، تنها فرصتی بود که اونها میتونستند از اون دنیای تاریک خودشون آزاد بشن. و الان دوست عزیز من، تو هم این فرصتیه برای تو تا از اون دنیای تاریک خودت آزاد بشی و بذاری نور عالم، نور عیسی مسیح بر قلب و وجود تو بتابه. پس از این فرصت استفاده کن، قلب تو به روی عیسی باز کن و به او بگو عیسی پسر خدا، قلب بیا به قلب من، قلب من رو منور کن. و این سرآغازی برای منور شدن تو و نجات تو میشه. آن دو فرد نابینا وقتی مردم مانع شدن بیشتر فریاد زدند عیسی پسر داوودا بر ما رحم کن. و میگه عیسی مسیح استاد و اونا را صدا زد، گفت چه میخواهید؟ کورچه میخواهد دو چشم بینا. عیسی مسیح آنها را شفا داد و آنها دنبال عیسی را افتادند. او عیسی تنها کسیه که شایسته است که ما دنبال او بریم، از او پیروی کنیم، از او اطاعت کنیم، کلام او را بشنویم و شاگردی او را انجام بدیم. و عیسی است که نور عالم است و نیاز همه ماست. پس برادر و خواهر عزیز من، دوست من، هموطن من، نیاز تو عیساست. عیساست که میاد و قلب تو را منور میکنه و این فرصت گرانبها برای تو مهیا شده. پس آن را استقبال کن، بپذیر و از فیض عیسی مسیح برخوردار شو. خدا تو را برکت بده.